رئیس جمهور آمریکا. اگر رژیم ایران خواهان جنگ است، این پایان رسمی آن خواهد بود. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، یک انفجار در محوطه بیرونی سفارت آمریکا در بغداد را اعلام کرد. تلفاتی در کار نبود. تحقیقات ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: یک موشک ارتفاع پایین نزدیک سفارت آمریکا فرود آمد. هیچ خسارت قابل توجهی در کار نبود و هیچ تأثیری بر تأسیساتی که محل سکونت آمریکاییان است نداشت. چنین حرکاتی تحمل نمی‌شوند و با شیوهی قاطع پاسخ داده می‌شوند. آمریکا رژیم ایران را مسئول حملات شبه نظامیان نیابتی می‌شناسد. آسوشیتد پرس: یک مقام نظامی عراق گفت موشک کاتیوشا در فاصله کمتر از یک مایلی سفارت آمریکا فرود آمد. این موشک از شرق بغداد چلیک شده که منطقه استقرار شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران است. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلستان: آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما نباید عزم آمریکا را در این باره محک زد. وحوش و مزدوران عراقی رژیم به شدت ترسیده و یکی پس از دیگری غلط کردن گویی و تکذیب و محکوم می کنند. هادی آمری: جنگ اگر شعله بر شود همگان را می سوزاند. هر کسی که تلاش کند جنگ را از عراق شعله بر سازد یا نادان است و یا نفوذی. نه جمهوری اسلامی ایران و نه ایالات متحده آمریکا خواهان جنگ نیستند. کتائب حزب الشیطان در عراق: حمله به منطقه سبز ناموجه، به لحاظ زمانی نامناسب و در خدمت منافع عراق نیست. مزور قیس خزعلی، سرکرده عصائل: هر گونه حمله ای را محکوم می‌کنیم. محمد جواد ظریف: احترام را با ما امتحان کنید، این عمل می‌کند. ساندی اکسپرس: حمله یک شنبه شب دو روز بعد از آن بود که گروه‌های شبه نظامی طرفدار رژیم ایران با صدور اطلاعیه مشترکی گفته بودند منافع خارجی در عراق را مورد حمله قرار می‌دهند. روزنامه سان، انگلستان: تهدید رژیم ایران باعث شد نیروهای ویژه بریتانیا در خلیج فارس به نیروی ضربت آمریکا بپیوندند. وحشت سرنگونی و تشدید بحران رأس نظام بر سر زهر خودکشی یا مرگ در جنگ افروزی. آخون روحانی که پس از ورشکستگی برجام به تدارکاتچی حلقه به گوش خامنه‌ای و مجیزگوی سپاه تروریستی پاسداران تبدیل شده، برای به دست آوردن دل جمعی از عوامل باند مغلوب نظام به روزخانی راجع به همه پرسی تقابل یا تعامل که خلیفه ارتجاع آن را سم مضاعف می‌داند پرداخت. اما اصل 59 میگه اگر ما در یک مسئله مهم فرهنگی اختلاف نظر داریم، در یک مسئله سیاست خارجی اختلاف نظر داریم، که راه تعامل است امروز یا تقابل، کاری نداره بریم پای صندوق آرا ملت ما بگن راه چیه. ترس و بحران درونی رژیم همراه با به سخره گرفتن حرف‌های خامنه‌ای. حمید آصفی، یک مهره باند مغلوب نظام: گفته شده که جنگی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد و مذاکره با دولت ترامپ سم مضاعف است. این سیاست نه این و نه آن به کجا ختم خواهد شد؟ حاکمیت امیدوار است که ترامپ شکست بخورد و یک دموکرات روی کار بیاید و آن وقت پای میز مذاکره برود. آیا این استراتژی دارای تعقل راهبردی است؟ جواب منفی است و یک قمار از پیش باخته است. کارزار جهانی اشرف نشانها در کشورهای مختلف: محکومیت سرکوب و جنگ افروزی دیکتاتوری آخوندی و سپاه تروریستی پاسداران.